باشی؟ خوب هستی جان؟ جور هست؟ دست چی هست؟ اره روز کنی شام بتین؟ اره هست؟ بله. یه اره را بخاطر چی استفاده میکنی؟ شاخه بوری خوشکه اگر چیزا روز بینیم. شاخه بوری در کدام وقتا سال صورت میگیره؟ دو وقت میشه، یک آخر ترمایی که اول بار. آفرین. در مورد همی باغ قصه کوکی، باغ از کی هست؟ چقدر زمین است؟ کدام نوع درختان میوه است؟ و در زیر از زمین چی استفاده میکنیم؟ زمین خود از داودخانه. خوب یعنی چیش برای ما معلوم نیه که چند جریب فهمیده؟ آفرین. داودود یک ده جریب زمین شاید باشه. کدام نوع درختان میوه اینجا موجود است؟ و زیادتر کدام میوه جات زیادت امیال خریدار یعنی علاقمندی نشان میتن؟ پیشو میوه جات کسیه، علویه، خوب خبه، نابه. خو هیچی هست که دی زمین ننداخته گی؟ زو بیادر او زردالوی را کدوگا که خو زردالوی چی هست؟ زردالوی تلخه گی این زردالا را مردم چی رقم میکنن؟ میخورن یا یار به فروش رقم گری؟ اینجا چی نیه دیگه خون سودا منیم؟ ای باقی چی داری؟ چقدر درخت های زردالوز، چقدر درخت های سیب است؟ کدام نوع درخت های میوه دیجا موجود است؟ نامش بگو. سیب است، زردالو است، آلوی فرمسا است، آلوچه است، ناگ است، بادام است، علویی که بخارا است. فعلا بازار کدام نوع میوجات است؟ یک شما کلیش خواه، حالا یک شما این در خارج میگه روان میکنه مردم؟ خارج خود روان نه، خارج خود مخ برده نمیتونیم در خارج. خب، کدام نوع مرزا است و دیسی از بین بردن مرزا کدام موسسات، کدام دفاتر میاد اینجا برای شما دوا باشی رو نشان میده؟ مستر اختبال ندیدم مدیگه اینجا که برای چیز آورده. خب، چیز نا آورده؟ تو کدام چی رقم مرزا رو تو گم میکنی؟ حالا کدام مرز است؟ مرز یک مرز است که او مرز یک دوا شام بده، شام بده. نه اول نیه یا رقم دوا زدیم. خب آفرین. یک دوایی که پیش از عمل زده میشه. آه فهمیدی دمای بود به نام سلفاره. خب یک دوای دیگه که وقتی که گل میگیم شو زده میشه. خوب یک دوای دیگه که 90% گل رفت دم یک دفعه چی مونده. این تو خونه شده که دوا زده باشی درخت خوش کرده باشه؟ نه او تو دوا خراب کرده باشه. نه انشالله از او خاطر جمع بره. برای میمانا دیگه شما چی ترتیبات گرفتین؟ میمانا دیگه میوه زردالو و این چیزایی که در باغ در خدمت حاضر کردیم. زردالو به حساب خوردن است یا بردن هم کدیش است؟ بردن هم دو اشتای خوشم دیگه بردی نگه خوردیم بخدا خدمت حساب باز بشی نمیگیره؟ بله. او بعد از دیگه تپ تپ صدا جلیتر است یا چی رقم است؟ اول توسط جلیتر میتین یا توسط شمسی سولر؟ شمسی نه کو شمسی ولی کاش که ای تیل از کجا میکنی؟ ای بورا وارم میکنه پورا میکنه؟ نه چی وارم نداره دلار میخریم تیل. آها تیل کی برد میاره؟ تیل صاحبش میاره بیچاره قرض نه ولی از اونجا میاره خدا رو سپیسی دسر سود پیسا میگیره قرض کده میاره و زمین گیراو بدی ورا میزی پیش دکلدار بدل در دلار. ای اره را غیر شاخ چبوری بر زردالو پاره کردن خو عزیز استفاده نمیکنه؟ نه نه اون طرف ندارم. دیگه یک آهنگ چی رو بخوان غزنی چی رو؟ یک زمزمه کو؟ نه همین کسا کو همین کلی با وانا یک زمزمه میکنه ما خود دیده میش؟ نه از اون ماف کن مرا یک چیز بخوان؟ نه محترم سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر و خیرت؟ سلامت بخیر هستم. اسمتان چی است؟ چی کاروبار میکنین؟ امیال فعلا در کدام موقعیت و در کدام فرم ما امیال قرار داریم؟ اسم غلام حیدر فاضل استاد هستم. فعلا در نواباد ولایت غزنی یک از ساحات ولایت غزنی است. این فرم که میبینی فرم سماروق است. ما در این خریدا سماروق کشت کردیم. خوب حالا در مورد امی فارم بر بینید مال ما بده کی فارم توسط کی ها برای شما راهنمایی شده از کی است و امی سماروق
طریقه کشتش چی رقم است، چی رقم حاصل گرفته میشه، کمی در مورد امی داستان گپ بزن و بالاخره اگر در صورتی که بخیر اواید گرفتین یا اواید ازی چی رقم است، خویا کلش ده 20 خلطه یا 40 خلطه 30 خلطه ازی چیزی میش گرفته میشه نمیشه. بله این خوب است برای کسایی که به بضاعت است، برای اونا خوب است. ای از اول خود غزنی تقریبا 2 سال میشه رواج بود و فعلا هم مینش چلپی میره برای یک تعداد خانوما و برای یک تعداد کسایی به بضاعت هستند، برای اونا توضیح کردند که زیادتر ما بخش کارهای فنیش را نشان میتیم، برای اونا راهنمایی میکنیم یا تعلیم میتیم که ما حال برای شما میره یک مقدار تشریح میکنیم. این خریدار که شما میبینید تقریبا 4 قطار سماروک کش شده که تخمه ها در بین کان داخته شده، کایزی قبلا 24 ساعت تر شده، بعد از او جوش داده شده، بعد جوش دادنی که یخ شد ما داخل خریدان داخلیم امرای تخمه سماروک مخلوط کردیم یا اسپورش، اینا بعد از 20 الی 25 روز سبز میکنه، ما با تیغ میزنیم یا حل میزنیم این ساحاتی که سبز کرده، بعد از اینکه تیغ زده شد بعد از 10 الی 12 روز اینا کاملا میبرایه، وقتی که برآمد در ظرف 4 الی 5 الی 8 روز این آماده برداشت میشه. ماشاءالله ماشاءالله. خب سماروق که از این چیزهای خلطه شما اصل میگیرین این چی رقم از بازار داره نداره و نتیجه گیری یا کدام نمونه در کدام فارم شما دیدین که امی کار کردین یا اولین برنامه سی؟ این در غزنی تقریبا اولین برنامه است که به شکل زیاد یا تجارتی کشت میشه، قبلا کشت میشد فقط برای ازی که مردم کشت میکردن و میخوردن و خودشان استفاده میکردن، بازار داره به حد دیگه کشورانه، اما بله از نظر اهمیت غذایی بلندترین اهمیت غذایی داره، مثل گوشت که پروتئین و موادهای مفید زیاد داره، اما خوبیشی که از گوشت یک مقدار مضرات هم برای بعضی انسانهای کلان سال داره، اما این نداره، این بسیار مفید است، چربی خون اینا رو بالا نمیبره بلکه پایین میاره و این اهمیت غذاییش بلند است که تقریبا 300 الی 300 خانی هر کیلوش فروخته میشه و خریده اینی هر بار که حاصل میته 1 الی 1 نیم کیلو حاصل میته که چندین بار باز حاصل میته. ماشاءالله ریاست زراعت و موسسه چلپی چقدر که شما همکار است و چقدر دانسته که به وقت و زمان و به ترنینگ ها شما را دعوت کنه. ریاست محترم زراعت و موسسه محترم چلپی این بار اونا همی همکاری اونا کردن که خریدا و کا و تخم و بعض امکانات که اینا جوش داده شد و کا آماده شد و همچنین دواهایی که نیاز است برای اینا فراهم کردن. نور خیر خیر خورا ده صدقه باغ مریب لگلی دور کو ته تشریعات ورکه ده باغ دچا ده او کوم ډول ونی دی دی دا باغ شه په نمانو محمد داوود ده په دې باغ باندې کار شروع کړی را سی په دې کې ام منې لرو ام زردالو لرو ام ناک لرو نو دا باغ تقریبا لس کال کېږي چې موږ جو کړی ده سی نو ولایتيان یو دغه ډیر خې میوي دی کې کومې اصلاحي میوي دی ولایتيان دی کې نو متاسفانه سی او بدبختی داره زیاده دی موی بازار و دقیقه نل رو ته نورم کار دیر پی کرده سی او غط مشکلات سی بده بده وطن که مکتا سی کم جه که دا سولر سیستم یا و دقیقه دا سی دا سیاست زراعت دا بزرگه تقاضا لرو سی با دقیقه بنده که دا باغداران و سر مارکتین او دا سولر سیستم دا تی نور موگ پیخی خود که پایو انشالله که سرد خانه لری وز دلتا وز دیتا سی زردالو پا خسته ویدی زردالو بازار نلری نخرسیگی نو دغه زردالو به تسنګ کینو دا زردالو به څه پس لوونی دې کته کو ایت امکانات نه ورته لرو که موږ ته صدقانی جوړی سي او دا کم لا کم یو میاس وساتل سي صادرات لپاره دی هر شي لپاره موږ دا هر شي کولای شو یعنی ته کولای سي سی و میاس ته زردالو وساتي نه نه موږ باید عاجله یا پروسس ته دغه کو سره کشته جوړ کو یا ای باید عاجله بازار ته خرڅ کو بازار ته یو ځای راځي بس دغه صدقانه او دغه هم دا وس فعلاً هغه خلطه په 100 روپیه دی هغه زردالو یو منی خلطه د تا د چې بوله چې په یو نیم سل روپیه په یو سل شل روپیه په یو سل څلوېښت روپیه باندې خرڅیږي چې بس ترغه پورته نه خرڅیږي او خلک ډېر زحمت پېښ کړی ده فعلاً در کجا آمدیم و اینجا که ما قرار داریم فعالیت های شما است بر مردم منطقه شما چی انجام دادین در بخش زراعت؟ بله در قریه که ما آمده می قریه کشک است، البته ما
دفتر پروژه ملی باغداری و مالداری در پنج بخش عمده فعالیت داره که یک بخش از احداث باغای جدید و احیای باغای کهنه است. در قسمت احداث باغای جدید است که ما این باغای انگور، این باغای درخت های سیب، نیال های سیب که باغای نیمه متراکم است که برای باغدار ما توزیع کردیم. نتیجهش هم بسیار خوب است و از نموی خوبتر هم برخوردار هستند. شما این عملا در شهر شما میبینید. تشکر. تاسی نور صبره ده انگورو باغونه لری او ده تاسی ده پوخه کلانی دی؟ پا انگورو بنده اینه چل پی زیاد کار رو سنه رکاله لگه اجلاسه و قوری مونه لرو روز پور قط لس جری بلری اغم ده چله سیستم لپاره ترسو پایی ارتوه داره یو ده سیستم رواش که په غزنی کې زیاتره خلک تاکونه په منه کې تر خاورو لاندې کوي، په پسرلي کې بېرته راباسي چې هغه د زیاتو مرضونو هم سبب کېږي او انساني قوت هم زیات ضرورت لري. نو موږ کوښښ کوو یعنې چلپې پایې توضیع کړي، دته ټرېلر سیستم جوړ کړي او دا که مصارف چې د دې پټولو او بېرته لوڅولو باندې راځي له هغو څخه دا خلک خلاص کړي او د دې په هغه حاصل کې زیاتوالی راځي. تاته لکه جکه او لکه تشریح کې لیدلو ګوته کنه غواړم کام ګورم دی کنه او دا نه یو راټی ده تر اوسه پورې په غزنی کې دا نه لرو، ځکه ټرېلر سیستم لپاره دلته ټول په غزنی کې هغه کشمشي او ګردک دی او دغه نسبت نورو ته حاصل هم زیات ده، انګور هم غټ دی او دا به سږ کال انشاءالله لوړ کړي او پایو باندې پنځه باغ هم توضیع کړي دي چې دا تر اوسه په غزنی کې نه دی. یعنې دغه شغله به څومره وزن کېږي نو بالاخره د هغه چیرې دی غذایي مواد پوره ورکړي دا تقریبا تر دو کیلو دوه نیمه کیلو پورې دا رسېږي غټېږي ده. غزنی در بخش خانما دست دفتر نیجلپی یک حدود 119 تا گرین هاوز خرد داریم که 4 درده مساحت داره. اونا برای اونا البته تفاوتش با یک گرین هاوز فلانی قدر است که اونا مفت توزیع میشه و اینا یک مقدار فیصدی دارن دیگه. و در غیر از اون ما پروژه بخش پروسیس آچار داریم که اونا خانما میتونن وسایلش مجهز بر خانما توزیع میکنیم، از دیگش گرفته و جاغ گازش کل وسایلش مجهز است، اونا رو توضیح میکنه بر خانم ها، خانم ها سر زو فعالیت میکنن و اونا وسایلش کلان مفت هستن. وقتی بر ازیا در گرین هاوز ازیا امراض پیدا میشه در جلوگیری امراض شما کدام نوع همکاریات میکنه؟ ما در جلوگیری امراض شده ما بخش آی پی ام داریم که اونا ما میتونیم که هر قدر فعالیت هر قدر کمکی از دست ما بیاد از طریق دفتر با اونا کمک میکنیم، برشان دوا توصیه میکنیم، برشان دوا در دفتر اگر باشه برش میتیم و هر نوع فعالیت هایی که یا کمک هایی که از دست ما بیان ما کسیان کمک میکنیم. ریاست زراعت چقدر امرای دفتر شما و همچنان امرای خانم ها که در بخش سکتور خصوصی یا گرین هاوز دارن همکاری دارن؟ ریاست زراعت و خان ما از رئیس صاحب ریاست زراعت و کارمندان ریاست زراعت که بخش امور زراعتی هستن و خان از همکاریشان تشکر میکنیم و امرای ما زیاد همکاری میکنن. خب هر نوع کمکی از اونا تقاضا کنیم اونا بر ما کمک میکنن و همکاری زیاد دارن بر ما. خب ما خان خوشحال هستیم و اولین پیام ما که بر خانم ها است که هر قدر که توان دارن بتانن در هر عرصه ای که باشن اونا باید فعالیت کنن، کار کنن، هیچ وقت اعتماد به نفس خود از دست ندن، مخصوصا در بخش زراعت اگر باشه و بخش گرین هاوز که باشن. هر نوع کمک هایی که از دست ما بیای ما کسان همکاری میکنم و اونا هیچ وقت اعتماد به نفس خود از دست نتن که نگوین ما نمیتونیم. اونا فعالیت کنن میتونن هر کاری باشن، مخصوصا در بخش زراعت که باشن. بخش زراعت بهترین رشته هستن، بهترین فعالیت هایی که و بهترین نوعی است که ما بتونیم در اقتصاد خانواده خود کمک شویم، کدی پدر مادر، کدی بیادرها خواهرها، کدی کلگی.